به نظر من یک هیستری جمعی یا یک هیجان جمعی همه رو اون موقع گرفته بود که به ندرت کسی رو میدیدید که بخواد یا بتونه در اون فضا اعلام مخالفت بکنه و یا این همراه نشه باهاشون. من در روزنامه کیهان روزهای در اعتصاب اول، اعتصاب 4 روزه اول در کیهان بودم و بعد در واقع پاکسازی شدم، چون فضای کیهان فضای بیشتر بچه های چپی بود و فرصتی پیدا کردن که در آن زمان خواسته های خودشون رو و همراهیشون رو با این تظاهرات و انقلاب نشون بدن. در نتیجه یه مدت کمی بعد از این تظاهرات شروع شد و خمینی به پاریس رفت، بعد از اون من از کیهان اخراج شدم. فضای اون موقع رو نمیدونم، ولی یادم هست که خماناتق به تحریریه کیهان اومد، حتی روی یک میز، یک از میز تحریرها رفت وایساد و یه سخنرانی خیلی خیلی با هیجانی هم کرد و همین حرف دکتر نیری توحیدی رو تایید میکنم که اعلام کرد که ما باید همراه باشیم. بسیاری از کسانی که در تحریریه کیهان بودن موافق بودن، جز کسانی بودن که اصلا میخواستن که یه همچین انقلابی روی بده. فقط مسئله که من داشتم، شخصا من داشتم، این بود که به دلیل مذهب خودم، به دلیل اینکه یک اقلیت مذهبی بودم که از متحجرترین مذاهب، ستمی که به زنان میرفت رو میدیدم، با چشم و با پوست خودم لمس میکردم، در زندگی خصوصی خودم، در زندگی روزمره خودم. به همین جهت من در واقع اصلا نمیتونستم باور کنم که چطور میشه رفت زیر سایه و یا چطور میشه زیر علم کسی رفت که با مذهب داره میاد و میخواد یه کاری رو انجام بده و این گفتاری که من میام و میرم قوم مینشینم و این چیزا، برای من خیلی باورش سخت بود. و به همین دلیلم در چندین نشست مثلا موقع که اعتصاب بود میشستیم دوره بر هم، من اصولا سیاسی نبودم، من در بخش خانواده کیهان کار میکردم و مترجم فرانسه بودم، ولی دیگه اون فضا فضایی بود که همه باید بود نظر میدادن. با چند از دوستانی که در قبل از اینکه به کیهان بیام در زن روز کار میکردم، با اونها صحبت میکردم، با اونها مسئله داشتیم، با اونها چالش داشتم من که چرا داریم میریم زیر علم یک مذهبی؟ مذهبی اگه بره بالا پایین نمیاد. ولی باور من، روشنفکران، اهالی قلم، کسانی که در واقع لیبرال بودند، اهمیت یا قدرت مذهب و قدرت یه شخص مذهبی، یه شخص روحانی رو دست کم گرفتن. فکرشون این ما اینو به عنوان یک سمبل برای خودمون نگه می‌داریم، موقعی که اومد ما میدونیم اونو می‌ذاریمش کنار و کار رو خودمون ادامه می‌دیم، که واقعیتش این بود که نشد.